بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز و بینندگان عزیز برنامه. ببین، ما آقای کیایی به عنوان صندوق نوآوری، به عنوان نهاد تخصصی تامین مالی شرکت های دانش بنیان، ما از چند سال گذشته تسهیلاتی رو داشتیم برای کمک به ایجاد اشتغال پایدار در شرکت های دانش بنیان، به گونه ای که بتونن فارغ التحصیلان جوان دانشگاه ها رو در خودشون جذب کنن و اشتغال پایدار ایجاد بکنن. این تسهیلات به این شکل بود که هر فردی با مدرک تحصیلی بالاتر از کاردانی فوق دیپلم و با سن کمتر از 40 سال که به این شرکت ها اضافه می شد و مدتی رو در این شرکت ها سپری می کرد، ما به ازای این مبلغی رو به اون تسهیلات قرض الحسنه در اختیار شرکت قرار می دادیم. از سال 97 الان ما در مجموع 300 میلیارد تومان تسهیلات به 1300 شرکت دانش بنیان برای جذب 11600 نفر با این ویژگی هایی که عرض کردم دادیم، به طور میانگین به ازای هر نفر 25 میلیون تومان. منتها در سال جاری که سال دانش بنیان، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین هست، به منظور اینکه بتونیم کمک کنیم شرکت های دانش بنیان از ظرفیت نخبگان بیشتر استفاده بکنن و زمینه اشتغال نخبگان در شرکت های دانش بنیان فراهم تر بشه، با همکاری بنیاد نخبگان و همسو با طرح شهید تهرانی مقدم بنیاد، ما هم تسهیلات ویژه‌ای رو برای جذب نخبگان در نظر گرفتیم. میزان تسهیلات مشخص های ملک پر 200 میلیون تومان قرض الحسنه با دوره بازپرداخت 3 سالی به ازای جذب هر کدوم از نخبگان برگزیده طرح شهید تهرانی مقدم بنیاد ملی نخبگان در شرکت های دانش. و تا الان چقدر اعطا شده؟ این تسهیلات انشالله به زودی فراخوانش به طور مشترک توسط ما در صندوق نوآوری و بنیاد ملی نخبگان انشالله اعلام خواهد شد و شرکت ها میتونن براش اقدام بکنن. به زودی یعنی تا کی آقای ملکی فر؟ بله؟ به زودی یعنی تا کی؟ کمتر از 1 ماه آینده انشالله. انشالله. ممنون از شما که با ما بودید. سپاسگزارم. آقای دکتر قریشی.